بین جانی و عالم حتی به دنبال جانی رفتند. نمازخوان شدند، ریش گذاشتند، فاحشه شدند، خود فروخته شدند، خودشان را فروختند برای چند درغاز بود، برای اینکه 100 تومان یا 100 هزار تومان یا 100 میلیون تومان یا 100 یا 1000 میلیون تومان بگیرند. خودشان را فروختند، نمیدانستند این جهان در حال گذر است و جهان میگذرد. آنها نمیدانستند، آنهایی که اون روز به خیابانها ریختند در روزهای اول انقلاب، هر کدام فقط نفری 100 تومان گرفته بودند. این 100 تومان ارزشی نداره برای بسیاری که 10 سال، 20 سال، 15 سال، 30 سال شاید بعد از اون دیگه زنده نبودند. اما خیلی بده که آدم فاحشه مغزی بشه، خیلی بده که انسان روح و آرمانهای خودش رو بفروشه، انسانیت خودش رو بفروشه. چه بهتر که آدم تنش رو بفروشه اما مغزش رو به جانی در جماران نفروشه. یا در یکی از کنسرت های معروف خودش در لندن، فرخزاد میگه حافظ چند صد سال پیش گفت نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. این جواب حافظ است، این جواب فرهنگ ایران است، جواب مردم ایران است. مثل شما که با برگزاری سنت های ملیتون و بدون تشویش از این روزی نامه ها و اعلامیه ها و غیره، کشورتون رو، ملتتون رو، ملیتتون رو، ایرانی بودن خودتون رو در قلب و مغز خودتون حفظ کردید. سرانجام پیکر غرق در خون فریدون فرخزاد در شامگاه 16 مرداد آگست 1992 در منزلش در شهر بن آلمان یافته شد. پلیس آلمان اعلام کرد این سال 1371 میشه. پلیس آلمان اعلام کرد که وی پیشتر با ضربات متعدد چاقو سلاخی شده و به قتل رسیده. سالها بعد پس از رسوایی های رژیم اسلامی در ماجرای قتل های زنجیره‌ای، نام فریدون فرخزاد هم دوباره بر سر زبان ها افتاد و ابعاد جدیدی از چگونگی قتل او و عاملان و آمران این جنایت فجیع روشن گردید. همین اکبر گنجی که الان تو همین آمریکای ما مثل بلبل درخت نارگیل سبز سبز میکنه و موسوی و قانون اساسی، همین اکبر گنجی با استناد به اعترافات تعدادی از متهمان این پرونده، اون زمانی بود که باید یه چیزایی رو میگفت آمادش میکردش این بفرستش خارج از کشور، افشا کرد که سرویس امنیتی رژیم جهل و جنون و خون اسلامی و تروریست های اعزامی از ایران عامل این جنایت بودند. و همین آقای امیر فرشاد ابراهیمی که ایشون هم بیرون تشریف دارن، از ماموران سابق سازمان اطلاعات فردی به نام اکبر خوشکوش رو عامل این قتل میدونه. در طی سالیان اخیر شخصیت فرخزاد بیش از پیش مورد توجه نسل جوان ایران قرار گرفته و با اینکه بسیاری از این جوانان هیچگاه شوهای تلویزیونی و کنسرت‌های فریدون را ندیدند و در روزگاری که او آواز می‌خواند و شعر می‌سرود نزیستند، اما به لطف گسترش وسایل ارتباط جمعی فرخزاد را بهتر از جامعه زمانه خودش شناختند و با افکار و عقایدش آشنایی کامل دارند و از او به نیکی یاد می کنند. امروز فریدون فرخزاد یکی از نوه های همیشه به یاد ماندنی رضا شاه کبیر، والا حضرت شهریار شفیق و زنده یادانی که جانشون رو در راه ایران از دست دادند، اینها در میان ما نیستند اما اندیشه آنها زنده تر و پویاتر از همیشه روشنگر راه کسانی است که در پی شناختن عظمت هنر یا مردانگی مردانی همچون شهریار شفیق و بزرگانی همچون او، پیام‌آور
و یا تصویرگر آرزوها و آرمانهای یک ملت. ای شمایی که دلم پیش شماست، غم ایران همه تشویش شماست. تا فریدونم و فرخزادم، شعله ای آتشم و فریادم. عرض ادب و احترام دارم خدمتون، روی ماهتون رو میبوسم. در فاصله ای که یک بریک کوچک گرفتیم تا خدمتون برگردیم، یکی از بچه ها می گفت که آقای شهرام همایون امروز بارها در برنامه‌شون اعلام کردن که ایشون اصلا دوست نمی دارند که تلویزیون آریامهر، البته نام تلویزیون آریامهر رو نبرده بودن، سعید سکویی، که دوست نمی دارند این تلویزیون بسته بشه، هیچ تلویزیونی بسته بشه. و چون من گفته بودم که هیچ کسی من نگفته بود و ما تلفن نزد، گویا ایشون در تلویزیونش این مسئله رو گفته بود، من چشمم ناراحت شده و تقدیر از ایشون سپاسگزاری میکنیم. حالا اتفاقا آقای رافی خاشاتوریان، بسیار نازنین از دوستان خوب و قدیمی من، دیروز یا پریروز تلفنی به من کردند و از من دعوت کردند که جمعه آینده در برنامه تلویزیونی ایشون که یک ساعت و نیم برنامه سیاسی دارند شرکت کنم و الان ببینیم چی پیش میاد. اجازه میخوام از حضورتون مرخص بشم. نمیدونم چرا این دو سه روزی است که من بعد از اینکه تیوی بسته شد، یک البته سابقه این کار رو داشتم، وقتی از نظر عصبی و فشار زیاد رو تلویزیون یک تنم رش میزنه و اذیتم میکنه و حالا زده به چشمام داره اذیتم میکنه، میخواستم یک نامه سرگشاده یک شهروند هموطن بهاییمون رو که به سید علی خامنه ای نوشته و من چه جسارتی از این جوان دیدم، باریکلا درود به شرفش، سنگاشو عمر کنده در درون ایران رو بخونم، که اینم به فردا مکولش میکنم و کسب اجازه میکنم از حضورتون برای مرخصی. و ما حدود 5 روز 6 روز وقت داریم که این 21675 دلار رو پر کنیم و به ستلایت بفرستیم، از طریق پیپال، از طریق حساب بانکی ما و یا فردا صبح با دوستان که در دفتر هستن تماس بگیرید و اجازه ندید که این رسانه در خانه های شما نباشه. روی ماهتون رو میبوسم. بدرود.